قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. به نام الله مهرورز مهرگستر، بهترین ستایش ها از آن الله است، پروردگار جهانیان، بخشنده مهربان، مالک روز جزا. بار الها، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. پس ما را به راه راست هدایت فرما، راه آنان که بدیشان نعمت داده ای و نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. آمین. بار الله بر محمد و آل محمد درود فرستان، گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی، و بر محمد و آل محمد برکت عنایت فرما، آن گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت عنایت فرمودی، و با هزاران درود و سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. الله رو شاکریم از اینکه یک بار دیگر این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا با سری جدید برنامه‌های جایگاه سنت در خدمت شما عزیزان و خوبان باشه. هر قوم، هر طایفه و هر گروهی از انسان‌ها در هر گوشه‌ای از زمین برای زندگی خودشون، برای اینکه به سعادت برسن، برای اینکه به دید خودشون، به برداشت خودشون بهتر بتونن از فرصت عمر استفاده بکنن، بهتر بتونن در زندگی از نعمتهایی که دارن، از فرصتهایی که دارن، از امکاناتی که دارن بهرمند بشند، و یا احیانا گروه هایی که به زندگی ما بعد یعنی زندگی آخرت ایمان دارن، این فرصت رو غنیمت بدونن برای ذخیره کردن آنچه نیاز دارن در زندگی آخرت. هر کدوم از این گروه ها برای خودشون برنامه‌ای دارن در زندگی، هر کدوم برای خودشون منهجی دارن، هر کدوم یک راه و روشی دارن که بر اساس اون راه و روش زندگی میکنن، عمل میکنن و بر اساس اون رفتار میکنن. ما در بررسی این روش ها، بررسی این راه ها در چارچوب اسلام به مقوله مهم برمیخوانیم به نام سنت. درباره این موضوع با شما سخن خواهیم گفت و بررسی خواهیم کرد این موضوع رو با کارشناس محترم برنامه، و کارشناسی که برای اولین بار در رسانه‌های اهل سنت به زبان فارسی حضور یافتند و این افتخار نصیب ما شده که در اولین حضور ایشون میزبان این بزرگوار باشیم، جناب دکتر احسان الله مبارز، دکترای علوم حدیث از دانشگاه اسلامی مدینه منوره، میهمان و کارشناس این برنامه خواهند بود و از وجود ایشون و صحبت‌های ایشون استفاده خواهیم کرد. من به نمایندگی از خودم و شما بینندگان عزیز خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب دکتر. جناب دکتر، به برنامه خودتان خوش آمدید. اگر صحبتی با بینندگان عزیز دارید بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بتمام بينندگان محترم و عزیز برنامه سلام علیکم عرض نموده، از الله تبارک و تعالی مسئلت داریم که لحظات خوبی را با هم داشته باشیم و تا آخری برنامه با هم همراهی خوبی داشته باشیم انشاءالله. جناب دکتر، ما در این برنامه درباره موضوع مهمی به نام سنت می‌خوایم صحبت بکنیم، و همجوری که از موضوع برنامه مشخص است، درباره جایگاه این سنت در دین مبین اسلام می‌خوایم سخن بگیم. اگر
اجازه بفرمایید برای اینکه بحث ما روشن‌تر بشه برای بینندگان عزیز و تا حدود بیشتر درباره خود مقوله سنت و معنای سنت آشنا بشن، اگر لطف بفرمایید درباره این موضوع صحبت بکنید که سنت، وقتی ما از سنت میکنیم، وقتی که ما خود رو اهل سنت مینامیم و نسبت میدیم خودمون رو به سنت، منظور و مفهوم و مراد از این سنت چی هست و منظور از سنت وقتی که بیان میشه در اصطلاحات مختلف چه خواهد بود؟ سنت کلمه عربی است، کلمه عربی است، استعمال می شود به معناهای مختلف و با هم نزدیک، که از جمله ما در مجموع به معنای راه و روش، طریقه، شیوه و همین معناها با هم استعمال می شود. برابر است که راه و روش و طریقه یکی گفته می شود یا سیرت یکی هست، درست خوب باشه یا بد بوده باشه، یعنی این معنی استعمال لغوی از این هست در زبان عربی. و این هم میتونیم ما در تمام فرهنگ های عربی، در فرهنگ ها و معاجم عربی از ماده سنن، سین، نون، نون، اصل ریشه کلمه عربی سنت، سین، نون، نون، سنن، از این ماده در این ماده مراجعه کرده و در هر یکی از کتاب‌های لغت معنای ایره دقیق ببینیم. و در کتاب‌های فرهنگ فارسی، ما مثلا فرهنگ جامع نوین عربی و فارسی که از عبدالنبی قیم از تهرانی و همچنین در فرهنگ عمید از حسن عمید، یعنی ایره در ماده سنن و در سنت، سین، نون، تا و سنن، در هر دویش امی معنا را برای سنت ذکر کرده و یادآور شدن که روش، طریقه، سرشت و شریعت. شریعت بعد از اون معنای اصطلاحی از این میشه که میایم و روش و سیرت و طریقه. اصلا ما وقتی که برگردیم به در قرآن کریم، وقت مفردات امی کلمه سنت رو در قرآن کریم ردیابی کنیم، هم در قرآن کریم به امی معناها استعمال شده، عیناً به امی معنای طریقه، به امی عمومیتی از اینکه برابر است طریقه خوب و مقبول و پسندیده بوده باشه یا که طریقه ناپسند و نامقبول. ما در معنای اولی که سنت در طریقه و روشی پسندیده استعمال شده باشه، طبق جمله و ترکیب بندی جمله که هست، طبق او فهمیده می شود که مراد از این کدام یکی از معناهای از این هست، در سیاق و سباق جمله کدام بخشی از او هست، روش، طریقه، کدام روش ده؟ ما میبینیم مثلا در جاهای از قرآن کریم استعمال شده که سنت الله فی الذین خلوا من قبل، راه و روش و طریقه است که الله تبارک و تعالی در برابر مردمان گذشته برگزیده. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و که در سوره احزاب هست، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و در سوره شزمی آیه فتح، ولن تجد لسنت الله تحویلا، یعنی که سنت و طریقه و راه و روشی که الله تبارک و تعالی در تعامل با بنده ها انتخاب کرده، در تعامل با گروه انبیای خود، نحوه کمک به اونها، به مردمان نیک، یا که راه و روشی که در تعامل با مخالفین و منکرین حق و کفار انتخاب کرده که در چی مرحله اونها مجازات شوند و تا چی مرحله در برابر از اونها با اونها مهلت داده شوند. ولن تجد سنت الله تبدیلا یا تحویلا، سنت الله تبارک و تعالی تغییر پذیر نیست، از امور رو و روش و طریقه که از ابتدا انتخاب شده بود و از ابتدا الله تبارک و تعالی با او رفتار داشته، امور تا به آخر بعد از ختم انبیا هم به امور راه و روش در تعامل با نیکه ها و بدها مستمر می بوده باشه. و می بینیم در آیه دیگر الله تبارک و تعالی استعمال امی کلمه را استعمالش آمده در راه و روشی نامناسب و ناپسند، قسمی که الله تبارک و تعالی در سوره حجر آیه 13 هم بعد از اینکه
مشرکین، کفار و مخادشمنان انبیاء علیه السلام و مخالفین از اونها را و بدبختی های اونها را یاد آور می شود که به پیامبرها استهزا می کردن، به اهل حق و پیروان پیامبرا استهزا می کردن، در مقابل از اونها رویه های نامعقولی را انتخاب می کردن به جای از که حق پذیر بوده باشن، می گوید که لا یؤمنون بهی، اینهایی که در برابر حق عناد داره، یکی که حق را نفهمیده این ممکن حق پذیر بوده باشه، اما کسایی که در برابر حق عناد داره، از روی عناد نمیخواه حقی باشه، لا یؤمنون بهی، به حق ایمان نمیاره. و قد خلت سنت الاولین، به تحقیق گذشته طریقه و روشی مشرکین سابق، کفار سابق هم این راه و روش را داشتن، این راه و روش ادامه داره در عدم پذیرفتن در حق. عدم پذیرفتن حق بر اساس عناد و عدم قناعت و تسلیم شدن در برابر حق. اینجا ببینیم اینجا سنت در روشی چی استعمال شده؟ در روشی نامعقول و ناپسند، که روشی است که از مشرکین از کفار بوده و از مخالفین با حق و حقیقت. این اینجا معنی راه روش نادرست هم استعمال شده. بله بله، این در قرآن کریم عیناً در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم به امی دو معنا آمده، در یک حدیث هر دو معنا جمع شده. سن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کسی که در اسلام راه و روش و طریقه نیکی را ترویج میده، هست در اسلام راه و روش نیکی او در اسلام بیان شده، آمده تحسین شده در اسلام، او را ترویج میده، در مابین مردم انتشار میده، فله اجرها و اجر من عمل بها من بعد، ثواب خودش و ثواب کسایی که بعد از او به او سنت و به امو طریقه نیک عمل میکنن به این داده میشه، بدون ای که از اجر اونها چیزی کاسته شود، ثوابی از اونها برابر برشان میرسه و این برابر معادل با هر یک از او افراد ثواب میگیره، چون باعث انجام کار نیک که اونها امی شده. و در ادامهش میگه که ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، کسی که در اسلام راه و روشی بدی را ترویج ده، یعنی بدعت ایجاد کنه از خود، یا که راه نامعقولی را در جامعه اسلامی پیاده بکنه و دعوتگری راه باطل و شر بوده باشه، پس گناه او و گناه کسایی که بعد از او به امی کار و به امی زشتی رفتار میکنن یا کاری نادرست را انجام میدن، گناه همه اونها بری از این نوشته میشود، بدون اینکه من غیر این خصام این اوزارهم شیئا، بدون اینکه از گناه های از اونها چیزی کاسته شود، اون گناه سر جای خودش بین نسبت بله به اونها میرسه مطابق قیامتشون، ولی برابری گناه هر کسی هر یکی اونها در نامه اعمال اعمالنامه گناه اضافه میشه، یعنی هم از خودش و هم از کسایی که با دعوت باطلی و دعوت نادرستی کاری بدی انجام دادن. و در ردیابی ریشه کلمات شاید از قرآن کریم و سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بالاترین چیز بوده باشن، با آنکه در کلمه در کلمات و چیزهای عرب هم استعمال شده. پس ما میتونیم جناب دکتر خلاصه بکنیم مبحث که ما سنت در لغت به معنای راه و روش هست. بله. فرق نمی کنه که این راه و روش چه راه و روش نیک و خوبی باشه و چه راه و روش شر و بدی باشه. بله. وقتی که میگیم سنت در لغت به هر دو معنا اطلاق میشه، چه بله. معنای خوبش و چه معنای بد و شرش. بله بله، هر دوست. حالا جناب دکتر، حالا در اصطلاح وقتی که ما الان معنای سنت رو ما وقتی صحبت میکنیم در برنامه خودمان به عنوان مثال جایگاه سنت در اسلام یا اون چیزی که اسم سنت مشهور هست فعلا در جامعه ما و ما خودمون اهل سنت میدونیم، کدوم یکی از این معانی مد نظر هست؟ آیا هر دو بُعد رو در نظر میگیره یا نه تفاوت داره با معنای لغوی؟ ما وقتی که در اصطلاح شریعت سنت که استعمال میکنیم، عموم سنت همیشه میگیم سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در عموم مسلمان ها وقتی که کلمه سنت رو استعمال میکنن با اضافه استعمال میکنن، چون متضمن معنای درست و
روشی درست و نادرست هست. البته خب خیلی جاها شما وقتی که بدون وقتی کلمه رسول صلی الله علیه و آله استفاده میشه تنها. نه در عموم به او استعمال میشه ولی برای اختصار استعمال میشه مختصر میشه. بله. در اصل خب عموما وقتی که ما میگیم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا سنت در اسلام، استعمالش با استعمال عرفی و اصطلاحش به سنت و طریقه درست و به معنای به بخش اولش راه و روشی درست، چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و وحی الهی چیزی نادرست و غلط تقدیم نمیکنه به بشریت، چون هر آنچه آمد از اونجا راست و درست است. لذا وقتی که استعمال میکنه به سنت، سنت به معنای راه و روشی درستی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و از جناب مانده به امت و به بشریت او را گفتم به او استعمال میشه سنت. و حالا در اصطلاحاتی که از جناب دکتر ما اصطلاحی که داریم به عنوان مثال در اصطلاح سنت، ما مثلا در تعاملات روزانه که داریم نماز سنت تعابیری داریم با این عنوان، و بعد میگیم که این کار سنت هست، این کار بدعت هست. بعد باز در اصطلاحات دیگری که داریم میگیم از برز پوزش از سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم، چه تفاوتی بین این تعابیر هست؟ آیا همه اینا به یک معناست؟ عموما سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، سنت کلمه سنت وقتی که استعمال میشود در عرف و اصطلاح اهل فنون در میان مسلمان ها، اولا وقت در اطلاقش مراد از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می بوده باشه، اما وقتی که علمای حدیث استعمال میکنن یا که در علم حدیث استعمال میشوه، سنت مراد از گفتار، کردار، اقرار و اعتراف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اوصاف اخلاقی یا اخلاقی یا که خلقتی آفرینشی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، هر آنچه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعلق میگیره و مربوط است در معنای اول و مبدعی سنت در علم حدیث استعمال میشود و این هم سنت گفته میشود و هم حدیث. و دوم چیزی که در کتب حدیث و در علوم علم حدیث استعمال میشود، شامل سنت میشود، سنت خلفای راشدین و صحابه کرام است. اون هم بر او در هم در قرآن کریم، هم در سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و هم در اقوال صحابه کرام، که از جمله ما صریح ترین و واضح ترین مثال از او از قول علی رضی الله تعالی عنه، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه خلیفه چهارم اسلام داریم. مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، شما سنت مرا لازم بگیره، ملتزم و پابند به سنت ما بوده باشه و به سنت خلیفه های راشد و راه یافته و راهنما که بعد از ما میآیند، که اونها و پیغمبر در نمونه های از علی رضی الله تعالی عنه مثلا عین استعمال میکنه در سنت خلفای راشدین. در حد زمان عثمان رضی الله تعالی عنه یکی از ولید ابن عقبه، ولید ابن عتبه از جمله شزاها بوده، والی کوفه بود، ولی بالای از او اتهام شراب نوشی آمده بود، اون را حاضر کردن در مدینه منوره و علی رضی الله تعالی وقتی که فیصله شد بالای از او که باید شبهه شراب نوشی بالای از این قوی هست و مأموریت چیزی از او را یعنی سزا و مجازات او به علی رضی الله تعالی سپرده شد. امام مسلم رحمه الله در مسلمی نیشاپوری در صحیح مسلم روایت میکنه علی رضی الله تعالی عنه وقتی که نفری که مأمور زدن تک زدن از او بود، وقتی که به او گفت در زمانی که در چل کتک پوره شد، با او گفت که توقف کن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چل کتک زد. چل زدن شان الله. بله. و در زمان عمر رضی الله تعالی عنه ما یعنی با مشوره و مصلحتی که بود، چون موضوع اونجا رشد شراب نوشی زیاد شده بود، به 80 زده شد. علی رضی الله تعالی عنه میفرماید که و کل سنه
هر دو سنت است، هر دو سنت و طریقه درست و معقول است. و هذا احب الیه، اون چی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجرا می شد پسندتر است به نظر. اینجا علی رضی الله تعالی عنه به طریقی که در زمان بر راه و روشی که در زمان عمر رضی الله تعالی عنه تطبیق شده بود و بعد از او و با مش که خودی علی رضی الله تعالی عنه یکی از اعضای شورای او بود، به او چی اطلاق میکنه؟ سنت. هم به راه و روشی رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم به راه و روشی خلفای راشدین که هر دویش میگه سنت است. جناب دکتر اگر برز پوزش اگر اجازه بفرمایید ما یک برگردیم یک مقداری به صحبت‌های گذشته. شما فرمودید که در بحث سنت رسول صلی الله علیه و سلم به گفتار، کردار و رفتار و تقریرات، اگر در این جزئیات بیشتر صحبت بکنید. ما وقتی که از سنت رسول صلی الله علیه و سلم صحبت می‌کنیم و اضافه فرمودید که سنت خلفای راشدین هم در این باب داخل هست، آیا سنت خلفای راشدین هم تمام اون جوانبی که سنت رسول صلی الله علیه و سلم در بر می‌گیره اینها هم در بر می‌گیرند یا نه این متفاوت با اون سنت؟ از خود سنت رسول صلی الله علیه و سلم شروع بکنیم جزئیاتش در گفتار و کردار. سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شامل گفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. هر آنچه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زمان رسالتشان من حیث رسول گفتن همه شامل سنت میشه، بلکه در علمی حدیث و در جمع احادیث هر آنچه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده که گفته باشن، یعنی کلمه قال آمده باشه، بله تمامی او که یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که چنین میگفت. تمام این شامل سنت قولی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. جناب دکتر یک موضوعی، حالا در بحث سنت قولی رسول صلی الله علیه و سلم شما فرمودید که من سنت من حیث رسول، یعنی آیا استثنایی در گفتار رسول صلی الله علیه و سلم وجود داره؟ آیا کلماتی هستند که از زبان مبارک رسول صلی الله علیه و سلم جاری شده باشه و جزء سنت حساب نشه؟ اقوال رسول الله صلی الله علیه و سلم که نقل شده چیزی هست راجع به مرحله قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، قبل از 40 سالگی، بله، و چیزی هست راجع به مرحله بعد از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. هر دوی این بخشی اولی از او آیا داخل می شود در تشریع یا نه موضوع جداگانه است و از او بسیار چیزهای محدود و اندکه به ما نقل شده نرسیده قبل از بعثت. اما چیزی که عموما به ما رسیده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از بعثت رسیده، و چیزهایی که بعد از بعثت است در عموم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای بیان شریعت گفتن به طور بیان شریعت و آن چی که در اجراءات شرعی و احکام شرعی تعلق به احکام شرعی داره، او چیزی است که اینه الله تبارک و تعالی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وحی کردن یا که وحی خفی یا جلی به ما رسانده و چیزی تطبیقات شرعی هست. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جریان بعضی چیزهایی بود که به اساس تجربه ها بیان کردن یا که راجع به تجربه ها میشد. مثلا قسمی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اولین بار که به مدینه منوره آمده بودن در موضوع زراعت آنقدر یعنی تخصص نداشتن، تخصصشان در زراعت و کشتکاری آنقدر نبود، کشاورزی نبود، بله بله کشاورزی. اونجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برشان گفتن که شما همه پیوند که در پیوند خرما، درختای خرما، درخت خرما که پیوند زده می شود سر هر فصله، همین اونقدر چی لازم است؟ مثل سایر درخت ها به حال خودش باشه، شاید محصولش این چیز بوده باشه، تفاوت نکنه. یعنی نظرشان این بود که شاید یک چیز است که اینا به حساب عرفی رواج در ما با انشان عرف و رواج یافته باشه و مطابق از او پیش می روان، نه به اساس تجارب کشاورزی. او سال صحابه اکرام انصار که کشاورز بودن و باغداری داشتن چیزه بعد امی پیغمبر اکرام صلی الله علیه و سلم، نظر پیغمبر اکرام صلی الله علیه و سلم یا که رأی ظاهر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو شنیدن دیگر پیمان نزدن، این کار رو ترک کردن. در اخیر سال
کشت حاصل کشت کم بود، ضعیف بود. پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله گفت، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله گفت، من برای شما نگفتم که این چیزی شریعت هست و این چیزی است که من از وحی میگم و از شریعت الهی براتون میگم. یک چیزی تجربی بود براتون، نظر شخصی، نظر تجربی دادم و شما در امور دنیا و دنیاداریتان در امور تجربی از من آگاهتر و داناتر هستید. اما وقتی که از شریعت چیزی میگویم برایتون، چیزی از شریعت و از وحی الهی برایتون میگویم، او زمان جز حق ما چیزی نمیگویم. پس اون چیزی که چیزهایی که احیانا به عرف برمیگرده یا که به رواجه ها و به تجارب برمیگرده، عرف های تجربی هستن و تکنیکی، اینها چیزیست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله گفتن که این برمیگرده به امور دنیای شما و ما در امور دنیا چیزی که یعنی شما خودتان آگاه تر هستید و نظر خاصی ندارم. بله، ما چیزی که از جانب به عنوان وحی الهی حتی در امور شرعی هم که بوده باشه، در امور دنیایی و دنیاداری هم که بوده باشه، به عنوان وحی الهی و شریعت الهی چیزی میگویه، جز حق چیزی نمیگه. مثلا در معاملات یا در معاشرات یا در روابط اجتماعی، اینها اگر رسول صلی الله علیه و آله دستوری دادن، امر دارن، یقینا جز وحی است. اما در بعضی از تجارب نمونه‌ای که شما اشاره فرمودین، احیانا صحبت‌های از رسول صلی الله علیه و آله نقل شده و ما که اون جز وحی داخل نمیشه و جز سنت محسوب نمیشه. پس در نقل احادیث، در نقل علم حدیث شامل اون هم شامل میشه. یعنی در اصطلاح در اصطلاح حدیثی بله، جز شامل سنت حساب میشه. در اصطلاح تشریع و تطبیق شریعت شامل نمیشه. ما وقتی که صحبت سنت میکنیم جناب دکتر، الان در این برنامه جایگاه سنت در اسلام، منظور ما از کدوم بخش سنت است؟ بخش تشریعیشه بیشتر یا بخش حدیثیش؟ در مجموع اصل بخش حدیثی راه است، وسیله است برای بخش تشریعی. اما بخش هر حدیثی ظاهرا واسع‌تر هست، واسع‌تر هست. مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله شامل از این میشه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اندام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چه شکلی بود، این در سنت اندام هایشون تمام و این چیزی است که با صحنه عملی با صحه عملی ربطی نداره. یعنی مثلا ما نمیتونیم دماغ خودمون رو شبیه بله دماغ بله رسول صلی الله علیه و آله بکنیم، یا مثلا قد مقدر هم بله بله قد رسول صلی الله علیه و آله بشه. اما چیزی است که در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل میشه، در احادیث و در کتب حدیث نقل میشه، به خاطر اینکه اصلا هدف علمای حدیث و هدف ائمه اسلام که ما وظیفه خود و مسئولیت خود جمع احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را قرار داده بودن، این بود که هر آنچی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تعلق و ربط داره باید جمع شود، یکی ما دقیق تر و سلیم تر و آگاه تر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله معلومات داشته باشیم چون بودن پیغمبر اکرم چگونه بودن، و دوم از میان او باز بعد از اینکه جمع میشوه تفکیک میشوه و که کدام یکی از این مربوط به سنت تشریعی هست و کدام یکی نیست. احیانا حدیثی میباشه که ما ناقل در وقت حساب میکنش یا که چنین با خود میپنداره که این به تشریع ربط نداره، اما کسی بدتر از اون میایه که دیگریش هست، دیگری هست، دیگری داره. او به این چیز داره که حتما ای از این استدلال هست و چیزی از این ما در نص شریعت گرفته میتوانیم. حالا جناب دکتر، اگر باز چون مفصلتر به موضوعات بله خواهیم پرداخت، به همین در حد تعریف، بعد از گفتار رسول صلی الله علیه و آله شما فهمیدید که بخش اول سنت گفتار رسول صلی الله علیه و آله است، بعد از اون افعال رسول صلی الله علیه و آله. در افعال چی؟ آیا استثنایی در افعال هم وجود داره مثل گفتار یا نه کلا تمام مجموعه رو شامل میشه؟ در مجموع افعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اینها استثنا در جانب تطبیق شریعتی استثناها بیشتر هم هست به تعداد ولی مشخص هست. نمونه میشه مثال بزنید؟ بله، مثلا ما مثلا در موضوعاتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چیزهایی را که به اساس وحی انجام میدادن، یعنی آگاهی هایی که به اساسی وحی به مردم دیگر میدادن و او مستثنی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و جزئی اعجاز بود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چیزی را به عنوان معجزه به مردم می آوردن، نشان میدادن، نشان میدادن در سنت فعلی و عملی. سنت فعلی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله انجام میشد، بله، عملی انجام میشد. ما با او عقیده و ایمان می داشته باشیم و به اساسی او ایمان ما تازه میشوه، اما به جانب عملی و تطبیقی
داخل نمیشه. یعنی اینم باز ما نمیتونیم بگیم چون رسول صلی الله علیه و آله این کار انجام داد پس ما هم متبع سنت هستیم، ما هم این جزء سنت است، ما بیایم این کار بکنیم. بله. معجزه‌ای که انجام شد این کار بعد انجام. بله. خب ما مثلا مثال دیگر در قضیه ازدواج است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قسمی که در سوره احزاب صراحتا آمده و بیان شده احکام خاصی در ازدواج دارن که امت نداره. مختص خود رسول صلی الله علیه و سلم. بله مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا 9 همسر داشتن و احکام خاصی بعضی ممنوعات بود که مخصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. مثلا قسمی که میگه که دختر خاله ها و دختر عمه های کی یا دختر عموها و دختر ماماهایی که هجرت نکرده بوده باشن این با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ممنوع قرار داده شدن و حرام ساخته شده بودن. در ادامه آیم ذکر شد خالصتا لکم دارم. اما برای عام امت این حکم نبود و در تعداد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم 9 همسر داشتن و دو کنیز در روایت با پیغمبر و برای امت از 4 بیشتر اجازه نشد. فانکه هما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و ربع از او بیشتر اجازه نیست. پس اینها استثناهایی است که در سنت فعلی رسول سنت فعلی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم طوری آمده. این شاملی چیز میشه. پس ما در بخش سنت فعلی هم به مانند سنت قولی یک سری استثناءاتی داریم که ما در علم سنت یا به تعبیر دیگری علم حدیث به عنوان سنت رسول صلی الله علیه و سلم ذکر میشه، اما در میدان عمل و تطبیق قابلیت تطبیق نداره یا استثناءاتی بوده که مختص رسول صلی الله علیه و سلم هست و یا نه شاید نداره، کلش استثناءاتی است که مختص رسول صلی الله علیه و سلم است، چه در قالب معجزه در قالب روابط دیگری است. غیر از این مقوله سومی که شما اشاره فرمودید، حالا شاید بر بعضی از بینندگان عزیز ما هم هنوز مفهوم نباشه. خب اقوال که مشخصه، صحبت هاست و رفتار هم مشخصه و اعمال کارهایی که انجام میشه. مقوله دیگری که شما اشاره فرمودید بحث صفات خلقی و خلقی از رسول صلی الله علیه و سلم، در این باب اگر بیشتر توضیح بفرمایید منظور از صفات خلقی و خلقی چی هست؟ ما بسی یعنی ما چهارمین چیزی که شامل میشه و سنت بعد از تقریر رسول الله صلی الله علیه و سلم که بعد از قول و فعل مقام سوم تقریر داشته باشه. حالا تقریر بهش میرسیم درباره سوال. خب چهارمین چیزی که در علم حدیث بالای او تمرکز میشه و در بخش اصطلاح محدثین شامل سنت میشه یا حدیث، اون چیزی است که راجع به اوصاف و صفات اخلاقی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده باشه و تعلق بگیره به اخلاق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. یعنی چگونه رفتار با فامیل خود داشتن، چگونه رفتار با اطفال خود داشتن، چگونه رفتار با اطفال عامه داشتن، چگونه یعنی اخلاق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به صفت عام چگونه بود. این جزء از اخلاق میگه، جزء از سنت فعلی نمیتونه شامل سنت فعلی هم میشه و قولی هم شامل هر دویش میشه. گفتار هم اما به اساس اینکه یک بخشی خاص تطبیقی اجتماعی را به خود داره لذا جداگانه مطرح میشه و ذکر میشه، چون موضوعی است که به تعامل اجتماعی تعلق داره و اکثرا اشتباهات یا غلطی های بسیاری ها چون در رابطه انسان با دیگران هست. بله اون در رابطه انسان با دیگران لذا این تمرکز به بیشتر شده و ذکر میشه و احیانا بسیاری های جدا ذکر هم نمیکنن در همون بخش سنت در همون بخش سنت قولی و فعلی، ولی تعداد از علما و ائمه بنابر خصوصیت خاصی که داره و اهمیت خاصی که داره در مجموعه سنت اینا مستقل و جداگانه ذکر میکنن. و موضوعی که بخش دومش که بود صفات خلقی خلقتی و آفرینشی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم اما چیزی است که مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حساب اندام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چیز بود، شکل ظاهریشون قامت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چهره ظاهریشون خصوصا بود، دندانهای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در این بخش مثلا ما در کتابای حدیث زمینی هم ذکر میشه در کتاب احادیث و کتاب های خاص هم مربوط به این بخشی از سنت هست که یا این بخشی از حدیث که به نام کتب شمائل، کتب شمائل نبی صلی الله علیه و سلم، کتاب هایی که
خصلت ها و صفات اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیان میکنن. برنامه شمائل که مشهورترین اونها کتاب شمائل از امام ترمذی ابو عیسی ترمذی است صاحب سنن و در اکثر کتاب در اکثر نسخه های سنن ترمذی در اخیر کتاب جزئی از کتاب جزئی از کتاب اضافه چاپ شده و مستقل هم جداگانه هم چاپ شده کتاب جدا چاپ شده اما کتابی مستقله هست اسمش شمائل ترمذی بر علاوه از سنن کتابی مستقله هست یعنی در اصل تصنیف ربط به سنن نداره چون کوچک کتابی کوچکی بود همراه با سنن یک جا به چاپ رسانده شده در بحث جناب دکتر در بحث صفات خلقی رسول صلی الله علیه و آله من ظاهری هم ما برای اتباع یعنی جزی از این سنت در اتباع داخل هست یعنی در بحث شریعت داخل میشه دیگه به عنوان لباس رسول صلی الله علیه و آله مثلا یا ریش مبارکشون یا بقیه مواردی که قابل تقلید هست یعنی الگو پذیری هست یا نه کل این بخش رو ما چون صفات مختص رسول صلی الله علیه و آله هست مختص بهشون هست چون یکی از شبهاتی که مطرح میشه میگن خب این خود مختص رسول صلی الله علیه و آله بوده یا مختص زمانه رسول صلی الله علیه و آله بوده یا مال اون عصر و زمانه بوده یا مال عرف عرب بوده و این در سنت داخل نمیشه و اصلا اینها رو نمیتونیم در سنت داخل بکنیم این شبهه چه خب اصلا موضوعی که اختلاف نظرها و دیدها در تشخیصی که با یعنی به اتباع و اطاعت و پیروی لازم داره یا نه امی علت ای یکی از علت ها و عواملی بود که قسمی که پیشتر براتون بیان کردم محدثین در وقت جمع احادیث هیچ تفریق و فرقی نگذاشتن که ای کدام نوع حدیث هست در چی موضوع هست یعنی سنت تقسیم بندی نکردن در جمع تقسیم بندی کردن اما نگذاشتن که ای برو با بخش اوصاف بله اوصاف آفرینشی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تعلق داره مثلا چهره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ساختار جسمی از اونها را بیان میکنه لذا لازم نیست که ایره ما جمع کنیم ضرورت نیست به جزئیه نه به خاطر اینکه چیزهایی هست که در این هم لازم به اتباع هست ولی در عموم مرتبط می بوده باشه به یکی از سنت های قولی و فعلی مثلا لباس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم جزی از افعال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است اگر چی لازم نیست که عین اون لباس ما باید داشته باشیم ولی لباسی است که یک مسلمان باید اکثر ویژگی ها و صفاتی داره بله. لباس که اون رو رعایت بکنه خب پس در صورت که ما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو دوست داشته باشیم عین اون لباس هم میتونیم که ما باید کوشش بکنیم که عین لباس یکی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده زیبی تن بکنیم همچنین موضوعی که ریش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و دیگر چیزهایی که هست این چیزیست که در سنت قولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باید تاکید شده و صحبت کرده رسول هم پهلوی از این حتی در لباس در موضوع لباس هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پوشیده این جزء سنت تشریعی در بسیاری از اونها است مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه برای مواسم یا مراسم استقبال وفود وفده هایی که می آمد نماینده های قوم ها که می آمد قبایل یا برای جمعه ها و عید ها لباس جداگانه و مستقلی داشت این جزء سنتی تشریعی به حساب می رود که یک شخص می تواند که برای مناسبت ها و مراسم خود لباس جداگانه داشته باشه علاوه از لباس عامه که می پوشه نه اگر در ابتدا گذاشته میشد ممکن بسیاری ها به این تصور میشدن که این لباس از عادی هست و به چیزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعلق داره چی لازم هست ما را نقل بکنیم ولی کسایی که متبحر هستند در علم حدیث و متبحر در فهم شریعت اونها میدونن که کدام یکی از این اجزا به سنت تشریعی و تطبیقی که باید مسلمان ها او را الگو بسازن و از او پیروی کنن تعلق دارن لذا هیچ چیزی را یکی از خصوصیت محدثین بود حتی بعضی های اونا که در درجه اعلی فقاهت هم نبودن چیزی را نگذاشتن تا اینکه میشه که اگر ما درک نکردیم کسی دیگری درک بکنه و همچنین ما میتونیم در نحوه غذا خوردن و طعام
خوردن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که چیزی از صفات خصلت های عادی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعضی ها حساب بکنن. اما وقتی که ما میبینیم بسیاری های چیزهایی را به اساس زهد و یا که بعضی تصورهای دیگری بر خود حرام گرداندن یا بعضی چیزهایی را در اسراف به حدی رفتن که در نامشروعها هم وارد شدن. خب میبینیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم زاهدترین فرد بودن، با تقواترین فردی بشریت بودن، باز هم گوشت استفاده میکردن در یک تا گهگاهی در یک دسترخوان بیشتر از یک غذا استفاده کردن، گوشت بریان استفاده کردن، با انواع دیگرش میوه استفاده کردن، دو میوه در یک حال استفاده کردن. این بیانگر ایست که این تصوری که از زهد و از تقوا شده باطل است. باطل. اگر این سنت نقل نمیشد، مثلا گروه اول دسته اول مسلمان ها صحابه و تابعین و تبع تابعین و ائمه حدیث که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را جمع کردن، جمع آوری کردن، مسئولیت او را به عهده گرفتن، اگر این بخش می گذاشتن می گفتن به یک کار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام داده طوری عادی، زمان هایی که این بدعت ایجاد شد یا که این تصور زهدگرایی، این تصور اشتباهی در زهدگرایی ایجاد شد، مردم نمیتونستن استدلال بکنن، چیزی دلیل داشته باشن برای ردی از او یا که برای روشنی اندازی در موضوع و مسئله. یعنی موضوع و مسئله باید یعنی طور واضح روشنی انداخته شود در او برای از او و برای از او دلیلی بوده باشه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه لباس داشتن و چگونه طعام و خوراکی داشتن. پس تمامی از اینها در بخش های عمده از سنت الگویی و عملی داخل هست. و چیزهایی داره که واضح هست که با ساخت اندام هست و چیزهایی هست که همگی میدانن و همگی میدانن که با او کس خدا تشبیه نمیشه، اون چیزی که نمیتوانه از ساخت الله تبارک تعالی هست با خلقت رسول صلی الله علیه و سلم. جناب دکتر اگر موافق باشید به همراه بینندگان عزیز میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم و انشاءالله بعد از میان برنامه در نیم ساعت آخر برنامه باز تلفن شما بینندگان هم خواهیم داشت و اگر دوست داشتید با ما در موضوع مشارکت بکنید صدای شما عزیزان هم خواهیم شنید. با ما باشید. بیادت ای گل زیبای هستی، سرشت جمله خوبی های هستی، سرود عشق و از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم، سرود عشق و از دل من غمین و زارم ای دوست، چو مرغی در قفس بیمارم ای دوست، دلم را ابرهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، دلم را ابرهای غم یادت دیدگانم نم گرفته، بیادت دیدگانم خون فشان است، ز هجرت مرغ قلبم در فغان است، خیالت از سرم عقلم رباید، مرا فکر تو مجنون خیالت از سرم عقلم رو باید،
فکر تو مجنون می نماید. تو هستی مهربان تر از دنیا، نسیمی جان فضا در اوج احساس، نشانی از گل آلال داری به قلبت داغ زد، حالال داری نشانی از گل آلال داری به قلبت داغ زد، حالال داری بیادت ای سر و دندان شکسته، شکم را با سلاح سنگ و بسته، فرستادم بیاد تو سلامی به سبزی بهاران احترامی، فرستادم بیاد تو سلامی به سبزی بهاران احترامی، بیادت شام مکه رنگ خون است، پگاه سرخ یثرب لاله گون است، پرستوهای طایه پر شکسته، نفسهای قناری گشته خسته، پرستوهای طایه پر شکسته، نفسهای قناری گشته خسته، در این عالم تو قربانی بدادی، در ایمان بروی ما گشادی، هزاران جان ما قربانت ای دوست، فدای دین جاویدانت ای دوست، هزاران جان ما قربانت ای دوست، فدای دین جاویدانت ای رسول الله، توی محمود هر دل، توی سر منزل مقصود هر دل، درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت، درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت، درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم با سری جدید برنامه‌های جایگاه سنت در اسلام و کارشناس محترم برنامه جناب دکتر احسان الله مبارز، دکتر علوم حدیث از دانشگاه اسلامی مدینه منوره. جناب دکتر، قبل از میان برنامه درباره تعریف محدثین درباره سنت صحبت فرمودید و اشاره فرمودید به چهار بخش که ما حالا سه بخشش رو تا حدودی گفتیم، بخش گفتار رسول صلی الله علیه و سلم و بخش رفتار و اعمال افعالشون و بخش سوم، بخش حالا سوم بخش تقریرات بود، حالا بخش چهارم رو ذکر کردیم، حالا بخش سوم رو هم بهش میرسیم، بخش صفات خلقی و خلقی یا به تعبیر ساده تر ظاهر رسول صلی الله علیه و سلم و صفات هایی که در اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم مشاهده میشه، که بعضی از اینها باز اشاره فرمودید که در خود سنت فعلی و قولی هم
داخل است، اونجایی که رسول صلی الله علیه و آله مثلا صحبتی فرمودن، امری فرمودن نسبت به موضوعی که به ظاهر مربوط است، و استثناءاتی که در باب صحبت در سنت قولی بود که بعضی از مواردی که تجارب شخصی رسول صلی الله علیه و آله هست اینها داخل نیست، در تشریع در سنت محدثین داخل هست، و در فعل هم که اشاره فرمودید که در سنت فعلی هم ما استثناءاتی مثل معجزات رو داریم و یا بعضی از احکام مخصوص رسول صلی الله علیه و آله که اینها در سنت فعلی رسول صلی الله علیه و سلم در اصطلاح محدثین داخل هستند، اما در بحث اتباع داخل نمیشن. اما بحث تغییرات، شاید بسیار از بینندگان عزیز این تعبیر براشون کمی هنوز گنگتر باشه از تعبیر افعال و اقوال. وقتی میگیم تغییرات رسول صلی الله علیه و سلم، منظور از تغییرات چیست؟ منظور از تغییرات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او بخشی از سنت هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عملا خودشان ارشاد در مورد او ندارن، یا ارشاد بوده باشه یا نبوده باشه. یکی از عمل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جدا، یکی از صحابه انجام داده در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او اعتراض نکرده باشه و خبر شدن و اعتراض نکرد. بله، در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و پیامبر صلی الله علیه و آله اعتراض نکرده. این یک بخش از سنت تقریری است. دوم، در زندگی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام یافته، نه روبرو پیش روی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و در حضورشان، و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اطلاع یافتن، با خبر شدن و چیزی نگفتن، اعتراض نکردن. یعنی در جایی مثلا در یک گوشی از شهر مدینه اتفاق افتاده یا خارج از مدینه اتفاق افتاده و خبر به رسول صلی الله علیه و سلم رسیده که فلانی همچین کاری کرد، و ایشون سکوت فرمودن. بله، سکوت. سکوت رسول صلی الله علیه و سلم در مقابل این فعل یا قول تایید اون به حساب میشه. بله، اقرار حساب میشه، و ورنه باید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حتما باید اصلاح میکردن و اگر اشتباه می بود حتما باید تعدیل میشد. خب، بخشی سوم که ما اینجا یک تفصیل هم داریم که باید بعد از بیان او را میگویم. بخشی اون چیزی است که یکی از صحابه میگه که در زمان رسول صلی الله علیه و آله چنین کار انجام میگرفت. چنین کار انجام میگرفت یا ما انجام میدادیم. یک موضوع اجتماعی هست، ولی در مورد او دقیق نیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آگاه شده بودن یا نه. خب، ما در این موضوع و در موضوع اول در هر یکی از سنت تقریری پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سنت تقریری یا احادیث تقریری و یا که از اقرار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حکایت می شود شامل سه بخش است. یک موضوع قابل توجه و مهم می داریم، به یکی باید ما متوجه بشیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در عین مورد حکم جداگانه و ارشاد جداگانه دقیق نداشته باشند. یعنی در همون موضوعی که سنت تقریری وارد شده. بله. مثلا یکی از صحابه کرام احیانا متوجه نمی بوده باشه. حکایت میکنه که ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله چنین کاری را انجام میدادیم. چون و ما منع نشدیم. میبینیم که دیگر صحابه، نه تنها یک صحابه بلکه چندین صحابی عیناً از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حکایت میکنه که از امو کار منع کرده. ما به طور نمونه و مثال اگر یعنی میتونیم بگیم که اون صحابی خبر نداشته که رسول صلی الله علیه و سلم منع خبر نداشت از همین جریان. مثلا ما به طور مثال میگویم دو مسئله را یادآور میشیم در مسائل ازدواج هست. بله. چون مورد جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه در مورد متاع یا صیغه با زنها یادآور میشیم ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادیم و وحی نازل میشد چیزی با ما گفته نشد. اینجا داریم که ما در مقابل بعضیا به استدلال میکنن برای جواز صیغه و اضافه هم میکنن اینه که باز در زمان عمر رضی الله تعالی عنه از امام منع شد، حالان که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در غزوه خیبر و بعد از او در بعد از فتح مکه و جریانات بعدی او خود یکی از خلفای راشدین
علی رضی الله تعالی عنه، عمر رضی الله تعالی عنه و شمار زیادی از صحابه، شمار زیادی از صحابه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حکایت میکنن، نقل میکنن که از این از صیغه و صیغه بازنها و متع بازنها ما را منع کرد در یک مرحله جواز داشت و بعد از پیامبر منع شد و فرمودن که تا به روز قیامت حرام است. قسمی که عیناً در حتی در مجلس ایرا یادآور شدن که یک جا با گوشت خر یک جا حرام ساخته شد در کنار هم ذکر شده در حدیث. کنار هم در خیبر قسمی که علی رضی الله تعالی عنه روایت میکنن. پس اینجا ما میبینیم که آنچه جابر رضی الله تعالی عنه از اقرار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یا حدیث تقریریه که از طریق جابر رضی الله تعالی عنه حکایت شده دقیق نبوده، دقیق نبوده، چون معارضه چیز داره. اینجا ما دقیق مدرک داریم و روایت های دقیق و ثابتی داریم که بیان میکنه از این چیز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله منع کردن. پس به اینجا به این چیز میکنیم که جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه با خبر نشدن، اطلاع نشدن، نیافتن و متوجه نشده بودن. و همچنین موضوع دیگری هم هست که مثلا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان میکنه در موضوع عزل، عزل از زنها، یعنی بله یعنی جلوگیری از حاملگی، بله به خاطر جلوگیری از حاملگی میگه ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله عزل میکردیم و وحی نازل میشد و چیزی به ما گفته نشد. موارد دیگر احادیث هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صراحتا از عزل منع میکنن و حتی یکی از صحابه که آمده بود اجازه میخواست، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که چیزی را که الله تبارک و تعالی مقدر ساخته باشد که ای باید تولد شود جلوی اون کس نمیتونه عزل اون را جلوی او را گرفته نمیتونه. پس عزل میکنی یا نمیکنی نتیجه نداره. اینجا ما چیز میکنیم که ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه از سنت قولی دقیقی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در این زمینه بیان کردن آگاهی نداشتن. دلایل این عدم آگاهی چی میتونه باشه جناب دکتر؟ خب جای سوال پیش میاد که در مدینه منوره صحابی که در محضر رسول صلی الله علیه و آله چند سال بوده و به هر حال فضای مدینه هم فضای بسیار بزرگی نبود، چطور یک صحابی در مواردی مثل صیغه و امثال اینها که به هر حال موارد شایعی هست در جامعه اون زمان حداقل بی اطلاع مونده باشه؟ و در مجموع احیانا در مجالسی که این حکم بیان شده، مثلا موضوع صیغه کی بود در ابتدا یک نوع جوازی داشت از قدیم آمده بود، یعنی از ما قبل اسلام تا به که ادامه امو طریقه بود که در رواج عام میان مردم بود، عرفی بود در جامعه بود. بله وقتی که در مجلسی که بیان شد حضور نداشت یا احیانا یک فرد متوجه یک قضیه نمی شود، احیانا می بوده باشه اما متوجه نمی باشد، چون توجه ذهنی در ذهن نشین کردن اقوال و جریان ها بسیار رول عمده و اساسی را داره. مثلا با اون که ما میگیریم جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه که روایت میکنن خودشان در جنگ خیبر حضور داشتن و قصه مشهوری است که بعد از خیبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله شتری از اونها خریداری کرده و سواریش تا به مدینه با که جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه شرط گذاشت که من تا خانم بایل آیزی سوار شده برسم تا با این یک حدیثی مشهور است که در صحیحین است. اما با آنکه علی رضی الله تعالی عنه و دیگر صحابه، ابو هریره رضی الله تعالی عنه که اولین بار حضورشان در پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جریان بعد از خیبر بود، در خیبر حضور یافته بودند، اینها و تعداد دیگر از صحابه حکایت میکنند که اونجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منع کرد. یا اینجا جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه در مجلسی که بوده، چون جریان حادثه و جریان منطقه خیبر کمی وسیع تر بود، در اینجا حضور نداشتن و در ما بعد که آمدن متوجه قضیه نشدن، چون یک بار دیگر هم در سال فتح مکه جواز داده شده بود که بعد از سه روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که تا به آخر تا ابد قیامت تا ابد
منع است و حرام است. اینجا اختلال هایی که بود و بار جواز و بار دیگر ممنوعیت دی بعد از جواز ایش باعث شده باشه که جابر بن عبدالله رضی الله عنه متوجه قضیه نشده باشن. و همچنین در قضایای دیگر که ما مثال جالبتری از یا مثال های زیاده در موضوع ناآگاهی چیز داریم که مثلا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه با آنکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که قرآن کریم را از چهار نفر شما بیاموزید، از جمله عبید بن کعب رضی الله عنه است، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه. بسیار مواردی هست که عبید بن کعب رضی الله تعالی عنه اشتباه کردن و مثال واضحه که میخواستم بگم از عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه است که به این نظر بودن که قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جزی از دعاهای است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اینا التزام داشتن و اینها را میخواندن و تعلیم میدادن، به خاطرش این دعا است و پناه از بدی ها و آسیب ها است، جزی از وحی قرآنی نیست. الفاظی که به عنوان دعا رسول صلی الله علیه و سلم میخواندن، جزی از الفاظی که به عنوان دعا میخواندن از وحی بودنشان پیش از اونها اشکالی نداشتن که وحی هستن، اما به این نظر بودن که وحی چون برداشتشان نبود و یکی از خصوصیت های بشر این هست که به همه چیز نمیرسد. این یکی از موارد هست که یعنی بشر برای اثبات که این بشر هست باید که موارد زیاد اشتباه داشته باشه، نه موارد اندک. و به امی اساس است که ما میبینیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر به دو علت، یکی علت تشریع و قانون سازی و یکی علت بیان دقیق تأثیر بشریت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زندگی اجتماعیشان سهو میکنن، فراموشی میشه و از پیششان در نماز به جای 4 رکعت 5 رکعت میخوان. صحابه که برش یادآور شدن چرا در وقت به مسجد گفتن که ما فکر کردیم که شاید تغییرات در نماز آمده، دستور جدید نازل شد. بله. و همچنین بار یک آیت در جریان قرائت در نماز یک آیت از پیشان مان عبید بن کعب رضی الله تعالی عنه بعد از نماز برشان یادآور شد که این آیت ماند از پیشان. پیغمبر اکرم فرمود پس چرا در جریان نماز یاد دهانی نکرده که فتح میداده تا که میخوان؟ من فکر کردم که منسوخ نشده باشه و تغییرات آمده باشه و وحی رسول صلی الله علیه و آله مشاهده بودن به حال این اتفاق. بله، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به اساس گفت که من بشر هستم، قسمی که شما از شما احیانا غلط به اساس خاصیت بشری فراموشی صورت میگیره به شما به من هم صورت میگیره. پس وقتی که از چیز فراموش شد با ما تذکر بده، یاد دهانی کنه، اگر تغییرات آمد من قبل از چیز براتون بیان میکنم. و همین است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث مشهور میگن کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التواب. خیلی ممنون جناب دکتر. اگر دوستان اتاق کنترل شماره ها رو زنیوس بفرمایید، اگر بینندگان دوست دارن مشارکت داشته باشند در موضوع برنامه، خواهش ما پیشاپیش از شما عزیزان این است که سعی بکنید در چارچوب موضوع صحبت بکنید تا مجبور نشیم که صدای شما عزیزان رو قطع بکنیم. موضوع صحبت امروز ما معرفی سنت است و اقسام سنت، تا اجازه که وقت داشته باشیم اگر در این تقسیم بندی و در خود موضوع سنت و اقسام سنت صحبتی دارید فقط در همین موارد خاص صحبت شما عزیزان رو خواهیم شنید، چون موضوع سنت مجال بسیار وسیعی است و اگر بخوایم در گوشه و کنار، حالا ما انشاءالله به تفصیل در قسمت‌های آینده به جزئیات خواهیم پرداخت و اگر عزیزی سؤالی داره در جزئیات بحث‌های از سنت، بعضی از احادیث، در بعضی از کتاب‌ها، در بحث تدوین سنت، در بحث علوم حدیثی، در بحث رجال حدیثی و سندهای حدیثی، به تفصیل اینها رو در برنامه‌های آینده بهش خواهیم پرداخت. و اگر بخوایم از همین ابتدا در این مجال وارد بشیم ما نمیتونیم یک بحث منسجم و مرتبی را داشته باشیم و علاوه بر اینکه در
برنامه‌های دیگر کانال هم خب در بخش فتوا سوال‌های فقهی اونجا پاسخ داده میشه و در برنامه‌هایی که در باب شبهات هست و اونها عزیزان پاسخگو هستند، دیگر اساتید و کارشناسان محترم برنامه. پس باز هم تاکید می‌کنم عزیزانی که تماس می‌گیرید، اگر درباره خود سنت و تعریف سنت و جایگاه سنت و درباره اقسام سنت سوالی در ذهن شما عزیزان هست و یا صحبتی دارید، ما انشاءالله صحبت شما عزیزان رو با گوش جان خواهیم شنید. جناب دکتر، در ادامه موضوع بحث سنت که فرمودید، اقوال رسول صلی الله علیه و سلم، افعال رسول صلی الله علیه و سلم و تغییرات ایشون، یعنی اونجایی که یک صحابی فعلی انجام داده یا صحبتی کرده و رسول صلی الله علیه و سلم مطلع شدن، به هر حال چه در حضور رسول صلی الله علیه و سلم بوده این کار یا چه بعداً و خبر رسیده به رسول صلی الله علیه و سلم و پیامبر اکرم علیه السلام سکوت کردن، این هم جزئی از سنت محسوب میشه، چرا که پیامبر اکرم علیه السلام هیچ وقت در مقابل منکر و یک فعل و یا قول نادر سکوت نمی‌فرمودن. و بخش چهارم هم که شما فرمودید، بخش ما ظاهر رسول صلی الله علیه و سلم و اخلاق و رفتار رسول صلی الله علیه و سلم. آیا در بحث سنت خلفای راشدین که اینها هم شما در بحث سنت ذکر کردید به عنوان سنت، ما در بحث سنت هم همین چهار قسمت رو داریم یا نه اونجا باز محدود میشه به بخشی از قسمت؟ و اگر اجازه بدید من یکی دو تا تلفن هم ابتدا بگیرم که شاید سوال بیننده هم باشه، بعد از اون انشاءالله باز جواب شما رو خواهیم شنید. به سوال حق بفرمایید بیننده گرامی. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بفرمایید قربان. بفرمایید بزرگوار. برنامه جایگاه سنت. بفرمایید. بفرمایید عمر جان، صدای شما داره پخش میشه قربان. از این سوال داشتم. حتما که رادیو برنامه تونم نیستی بخشی نبی. اگر لطف بفرمایید سوالتون رو در برنامه هایی که مربوط به اون بخش هست، اگر فقهی هست در برنامه فتوا، اگر خانوادگی هست در برنامه سفره دل، و اگر در بحث شبهات هست در برنامه آن روی سکه مطرح بکنید تا مجالی باشه برای عزیزانی که در این موضوع صحبت دارن صحبت اونها رو بشنویم. خیلی ممنون استاد عزیز. متشکرم از تماستون. لطف کردید. به سال حق برنامه جایگاه سنت بفرمایید قربان. السلام علیکم استاد عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. معید و موفق باشید. بفرمایید قربان. خوب شما تشکر میکنم و من تازه شروع که شما رو پیدا کردم، خیلی تشکر از میکنم در نامه خوب شما. لطف دارید. الله تعالی همه ما شما رو موفق داشته باشه انشاءالله و انشاءالله که همیشه پایدار باشید. با تشکر از نامه خوب شما. همچنین. لطف دارید. متشکرم. خدا نگهدارش. به سال حق برنامه جایگاه سنت بفرمایید. جناب دکتر، بحث اختلاف سنت صحابه با سنت رسول صلی الله علیه و سلم، علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، آیا وقتی که میگیم سنت خلفای راشدین اونها هم همین چهار قسمت رو در بر میگیره؟ برای همه ما مسلمان ها معلوم است که صحابه کرام یکی از اساسات عقیدتی و جایگاه خاصی را در اسلام دارن و در میان مسلمان ها و که عموما هر کس که در تنقیص از مقام صحابه داشت، یکی از اصطلاحات استعمالی اهل سنت هست، استعمالی اهل اسلام هست از قدیم، یعنی کسایی که به صحابه احترام نمی داشتن جزی از گروه های اهل غیر اهل سنت به حساب می آمدن. چون این بله تشیع شعارها شده بود که مخالفت با صحابه یعنی مغایرت با سنت. بله، لذا اونها را از جزی از سنت بیرون میدانستن. بله، خب این یک موضوع جانبی بود که در طرح چیز میایم در عقیده و در علم عقیده سنت به کدام معناها استعمال میشود اونجا میاد. و سنت صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین در قرآن کریم هم چندین آیاتی داریم که محوری بودن اونها در فهم دین، در فهم دین و در فهم شریعت اساس گذاشته شده،
اساسی دانسته شده و خوانده شده. قسمی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قسمی که در قرآن کریم میگه که سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا. سابقین اولین در اسلام، کسایی که در اسلام سبقت داشتن از مهاجرین و انصار و کسانی که اتبعوهم باحسان به طریقه درست و نیک از اونها پیروی کردن، از صحابه رضی الله عنهم و الله تبارک و تعالی از آنها راضی میشد و آنها از در پاداش از الله تبارک و تعالی راضی میبوده باشند. وقتی که به نزد الله تبارک و تعالی میرون و پاداشی که برشان تقدیم میکنه، حتی او راضی کننده و رضا بخش از برشان. اینجا اهمیت صحابه را در شریعت اسلامی بیان میکنه و آیات های دیگری هم هست در شبیه قسمی که در سوره النور آخر سوره نور صفحه آخر می و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى. در سوره نساء کسی که مخالفت میکند با پیامبر صلی الله علیه و سلم، بعد از اینکه راهنمایی براش و هدایت برایش، راه درست برایش روشن میشه که این واقعا حق و حقیقت است که از جانب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده، اشتباه بوده باشه پیشش که آیا این از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است یا نه، اینجا عذری هست برایش. اما بعد از اینکه متیقن میشه براش به اثبات میرسه که این از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ثابت هست، باز مخالفت میکنه و یتبع غیر سبیل المؤمنین و پیروی میکند راه دیگری را غیر از راه مؤمنین. اینجا امام شافعی رحمه الله و ابن کثیر رحمه الله و دیگران میگویند که مراد از با اتفاق علمای تابعین و تبع تابعین و علمای اسلام، مراد از مؤمنین اینجا صحابه کرام هست اصالتاً و ائمه تابعین و تبع تابعین که براه و روش صحابه بودن تبعاً و به تعقیب او. این آیات های قرآن کریم بود. جای دیگری هم ما داریم در سوره بقره که میفرمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْ. اگر ایمان آوردن مردم هایی که بعد از شما میاین، مردم هایی که بعد از صحابه هستن، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایمان آوردن آنگونه که شما ایمان آوردید، قسمی که شما ایمان آوردید، فقد اهتدوا و راه یاب میشوند. یعنی به این معناست که اگر کسی ایمانی او با ایمان صحابه، روشی انتخاب کرده ای او در شریعت یا برای تدین و عمل به شریعت مخالف با روشی عمومی صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین بوده باشه، قابل قبول نیست. او قابل قبول نیست، بلکه ایمان او درست نشد. چون اساس قرار داره. اینجا بود اصلی داشتیم در اساس بودن صحابه در شریعت و در فهم. ما اینجا موضوع دیگری که تفاوتی که هست در اینجا در سنده. اگر اجازه بفرمایید اینجا بحث نگه داریم. من بیننده رو پشت خط نگذاریم. به سال حق برنامه جایگاه سنت بفرمایید قربان. سلام علیکم، شب بخیر، حال شما خوبه؟ بفرمایید قربان. برنامه به سال حق؟ بله قربان، برنامه به سال حق جایگاه سنت، برنامه جایگاه سنت درباره سنت اگر لطف بفرمایید و صحبتی دارید، سوالی دارید، مدافعه در رابطه با سنت اگر لطف کنید بفرمایید قربان، صدای شما در پخش میشه. میخواستم بگم بعد از پیامبر اکرم علیه السلام، چیزی که برای ما مسلمان‌ها باقی موند یکی کتاب بود، کتاب قرآن بود، بعدم سنت بود. اما متاسفانه در این دور زمانی که ما زندگی میکنیم، کسانی اومدن قلوب کردن، دروغ گفتن، اومدن گفتن که سنت نه، امامت یا حالا هر چیز دیگه، اومدن مردم رو از راه بیراه کردن. من میخوام بگم اونایی که بعد از پیامبر همچین جنایتی رو در حق اسلام کردن و قرآن و سنت رو گذاشتن کنار و قلوب رو پیشه کردن و کسانی رو بت کردن و دنبال این بت‌ها رفتن، اجحاف کردن در حق خلفای راشدین،
اجحاف کردن در رابطه با صحابه پیغمبر، وادار کردن در پای منبراشون که به اصحابه اونایی که با پیغمبر گام به گام بر علیه کفر ستیز میکردن، کسانی که جونشون فدای پیغمبر خداوند میکردن، وادار میکنن امروز پای منبرا مردم به همون صحابه فش بدن. آخه چرا؟ چرا؟ این کجای سنته؟ پیامبر این رو برای ما باقی گذاشت؟ در کجای قرآن نوشته که ما به خلفای راشدین توهین کنیم؟ یا به صحابه‌ای که پیغمبر در راه پیغمبر در راه اسلام شمشیر می‌زدند، از خونشون، مالشون، جونشون، از همه چیزشون گذشت کردند. آخه چرا من نوعی پای منبر همچین اشخاصی باید برم و بیان به دروغ به من ثابت کنن بله شما بیا به خلفای راشدین توهین کن و اجر و ثواب داره؟ من از کارشناس محترمتون میخوام جوابم امروز بده. چرا ما مسلمین زفت دادیم به جون هم دیگه؟ به ظاهر میگیم بیا اتحاد کنیم، اما در باطن مساجد اهل سنت رو در بلوچستان خراب میکنیم، ائمه جمعه شون رو میکشیم، نمیدونم سپاه و اطلاعات و بسیج تمام ثروت این مملکت رو داره صرف این میکنه که تمام ائمه جمعه های اهل سنت رو چه در کردستان، چه در ترکمنستان، چه در بلوچستان شناسایی بکنن و تک تک این عزیزان رو بکشن. ما در حکومتمون در ایران یک برادر اهل سنت رو نه وزیر، نه استاندار، نه فرماندار و نه در ارتش و سپاه یک درجه خاصی بهش دادیم. چرا؟ مگه اهل سنت چه کردن که ما باید اینطوری باشون رفتار کنیم؟ چرا من شیعه که میرم داخل مسجد انقدر تو گوش من میخونن که بیا به اهل سنت فلان کن، حرف زشت بزن، با دخترشون ازدواج نکن، بهشون دختر ندید؟ چرا؟ چرا یه شیعه نباید دخترشو به برادران اهل سنت به عنوان یک همسر ازدواج کنه باش و دخترشو به یه برادر اهل سنت بده؟ چرا مکروهه؟ آقایونی که دارین اصول کافی و نمیدونم آقای علامه هلی و نمیدونم کیو میخونین، چرا اینا برا ما راه روش رو وجود آوردن که با برادران اهل سنتمون، مخصوصا برادران اهل سنت، اینطور به جونشون افتادیم؟ یعنی ما داریم مبارزه میکنیم با 1.5 میلیارد مسلمان. ایران الان افتاده با سر جنگ با 1.5 میلیارد مسلمان. اسرائیل رو فراموش کرده، نمیدونم کفار رو فراموش کرده، کجا رو فراموش کرده؟ فقط اهل سنت. در لبنان میکشن اهل سنت رو، در سوریه میکشن اهل سنت رو، در عراق میکشن اهل سنت رو، و در ایران چرا این همه سنت کشی؟ چرا این همه سنت کشی؟ من این سوال رو از کارشناس محترمتون دارم. من میدونم مقصر کیه، آقای خامنه‌ایه. سپاه، بسیج، اطلاعات، اینا فرماندهانه. سوالتون مفهوم بود برادر عزیز. سنت هستم. خیلی ممنون، خداحافظ. متشکرم. به سال حق جایگاه سنت بفرمایید قربان. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. اگر در موضوع برنامه سنت، اگر در موضوع برنامه سنت و جایگاه سنت و اهمیت و اقسامش صحبتی دارید بفرمایید. اگر موضوع دیگری است لطف بفرمایید در بقیه برنامه هست. مختصر بفرمایید که شما 10 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه وقت نداریم. فقط مختصر بفرمایید. رسول خدا فرمودن در لحظات آخر عمرشون که به سنت عمل بشه. بله. و در حدیث ثقلین و ثقلین هم فرمودن انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا الیه الحوض. من دو چیز و دو منبع سنگین و کرندرا جناب ابن مالک، جناب ابن مالک، جناب ابن مالک، بعد رسول خدا اشاره فرمودن که بدون وصیت و سفارش به امت از دنیا نروند. ایتونی بالکتز و الدوات. جناب ابن مالک، صدای بنده رو میشنوید قربان؟ صدای بنده رو دارید قربان؟ صدای بنده رو دارید قربان؟
جناب ابن مالک، جناب ابن مالک، جناب ابن مالک، جناب ابن مالک، من مجبورم صدای شما رو بیارم پایین. اجازه بفرمایید تا منم صحبت بکنم. وقت برنامه تموم شد. من عرض کردم قبل از برنامه به شما که اگر صحبتی دارید شما برنامه آن روی سکه به اندازه کافی به شما مجال داده شد قربان. اجازه بدید در باب سنت اگر صحبت دیگری هست عزیزان دیگر هم صحبت بکنن. جناب دکتر در ما حدوداً 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. اگر شما صحبتتون رو تکمیل بکنید درباره تفاوت صحبت سنت خلفای راشدین وقتی که صحبت میکنیم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و به هر حال برادری هم که تماس گرفتن در خلال صحبت سوالشون بیشتر این بود که چرا عده‌ای سعی دارن ما را از سنت دور بکنن و ما را دشمن صحابه بکنن و هدف اصلی از این دشمنی با سنت رسول صلی الله علیه و سلم و صحابه چیست؟ راجع به سوال اول که تکمیله بحثی سابق خودمان هست، است که سنت یا راه و روشی که از خلفای راشدین به ما حکایت شده و نقل شده، تفاوت‌های در مجموع با سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دید چیزی که از خلفای راشدین به ما حکایت شده و نقل شده در کتاب‌های حدیثی و آثار، یعنی از لحاظ تطبیق سنتی و تطبیق عملی و تشریعی در جامعه، قسمی که از روش و اقوال خود خلفای راشدین بیان شده و تصریح شده دو بخش دارد. یکی بخشی است که جزی تشریع به ما قرار میگیرد، یعنی این بخشی که تشریع میشه سوای سنت رسول صلی الله علیه و سلم بخش جدیدی است. این دو بخش است. پس در ذات خودش دو بخش است. یکی بخشی است که بیان اجمال یا بیان موضوع مسئله است که در سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده اما مبهم است، جزوی و یا غیر تفصیلی و در این شش شده تفصیل شده من. یا که یک جریانی بسیار عادی بود و در این جوانب شب بیان کرد. مثلا ما میتونیم به طور مثال بگیریم که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نظام دیوان عام مسلمان ها نبود، تا به که در اخیر یک نامنویس عام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمان دادن و جاری شد. ثبت اسماء اصلی تدوین و دیوان ثبت نامه های مسلمان ها، ثبت احوال به تعبیر ثبت احوال به حساب فعل، اون تا یک سرشماری عام بود. بله، در ابتدای مدینه منوره رسول صلی الله علیه و آله این کار انجام داد. بله، در اواخر بود و در حتی در جنگ ها وقتی که در غزوات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، غزوات حتمی و بخش حتمی نبود، غزواتی که یعنی نباید همه حاضر شوند، جزی اونها که نمی بود، میگفت هر کس نام نویس بده، بعد از او به اساس او لشکر بندی میشد و گروه بندی میشد. اینو درخواست ای بود. اما دیوان عام به لشکر، دیوان عام به امور مالی، دیوان عام به دیگر چیزها نبود، یا خزانه عام به که همه چیز داره. در زمان عمر رضی الله تعالی عنه همه چیز تقسیم بندی شد و همه چیز مستقل جداگانه، هر یک دیوانی از خود گرفت، جندیا که اردو از خود دیوانی داشت، افراد مستحقینی مثلا زکات دیوانی داشتن، کسایی که مستحقین معاشات یا مأمورین دولتی ها و غیره از خود دیوانی داشتن که به اساس او هر یک حقوق ماهواره خود تسلیم شد و میگرد. این جزی از بیان یک بخشی از سنت است که در اونجا جزئی آمده و در اینجا تفصیل شده. و ما بخش دیگری داریم که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نبود. از جریان است که در زمان خلفای راشدین صورت گرفته و اونجا خلفای راشدین وقتی که جمع شدن با اتفاق هم یک طریقه ای را انتخاب کردن و عمومی صحابه هم در پهلوی از اونها استاد شد. مثلا ما در این موضوع به طور مثال ما میتوانیم که
موضوع زمینهای سرزمین عراق و کشورهایی که جدیداً فتح میشد و بسیاری از ساکنین اونها اسلام میآورد و بسیاری دیگری اونها بیرون از اسلام میمان که به نام در فقه اسلامی و در فقه خلفای راشدین به نام ارض سواد یاد میشود. عراق بود، شام بود، مصر بود. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم غنایم زمینی محدود بود، خیبر بود، بعضی جاها در مدینه منوره بود و چیزهای محدوده بود که اینها همه توزیع شد. چیزی غنیمت جمله تو مختصر بفهمید. اما در زمان عمر رضی الله تعالی عنه جمع شدن به اتفاق شد که چون نسل های بعدی امت اسلام می آیند و اونها هم ضرورت دارن به یک تنظیم و جا و جایگاهی که باید برای اونها بوده باشه، لذا با مشوره صحابه کرام مجموعاً از تقسیم امی زمین جزی غنایم امتناع آوردند و این جزی ملکیت عامه مسلمان ها قرار داد به نام ارض سواد و تا به آخر خراج ازی گرفته شد. این جزی از سنت است که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نداشت، یعنی به این وسعت و به این طریقه انجام نشده بود. اما صحابه کرام از طریقه عمومی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برشان گذاشته بود و عملی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیده بودند، یعنی تفاوت به چی اساس آمد و معقول و پسند هم هست، یعنی همگی با تحسین از زمان صحابه کرام به بعد و تا به زمان ما، همگی از این طریقه که عمر رضی الله تعالی عنه انتخاب کرد و روشی که اونها برگزید در نظام اداری خود تحسین میکنند. ای به اساس چی بود که اونها پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو دیده بودند، از اونها دقیق میدونستن که کدام مواردی هست که امکان نداشت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اونها به اندازه خط و به اندازه موی تفاوت را قائل شوند و کنار بروند و مسائلی که امکان داشت که به اساسی دیدی زمان و دیدی وضعیت اجتماعی عام تغییرات در او ایجاد کردن و یعنی بر اساس یک اصلی که در زمان رسول صلی الله علیه و سلم وجود داشت همون رو گسترش دادن یا چیزی دادن که یا توضیح دادن. چیزی که از زندگی عام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و از روش عام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دقیقاً معلومات داشتن، یعنی که این در این مسئله دقیق و 100% مخالفتی نداره با سنت رسول صلی الله علیه و سلم، الزامی می گرفتن یا که در این مسئله مجال و راهی بود که تعدیل در او صورت بگیره. با او اساس اینها چیزهایی را انجام دادن که یک مثال او را ما ذکر کردیم که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هر آنچه غنیمت گرفته میشد زمینها توزیع میشد اما اینها گذاشت. خیلی ممنونم جناب دکتر، وقت ما کاملا به پایان رسید و شما در برنامه بعدی ادامه موضوع رو با هم پیگیری خواهیم کرد و از شما بینندگان عزیزم سپاسگزاریم و متشکرم از اینکه برنامه خودتون رو یاری فرمودید. ما گرچه سوالمون برادرمون که برای تماس گرفته بودن که چرا ما رسته‌ها به دور میکنن، خب خودشون هم فرمودن که جوابشون رو میدونن و مشخص هم هست کسانی که خب چشم دیدن صحابه و سنت رو ندارن و سنتی که انشاءالله باز در جلسات بعدی بون بیشتر خواهیم پرداخت که به هر حال کتاب الله بدون سنت رسول صلی الله علیه و سلم هرگز قابل فهم نخواهد بود و کتاب به تنهایی ما رو به مقصد نخواهد رسوند. اگر سنت رو از اون حذف بکنیم گویی بخشی از خود کتاب رو هم حذف کردیم که تاکید بر سنت داره. انشاءالله دیگه این موضوعات رو بیشتر مطرح خواهیم کرد و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال بسپارم.